25مین روز آبان ماه برابر با 16 نوامبر سال 1245 خورشیدی برابر با 1866 میلادی، انتشار نخستین شماره روزنامه فیگارو که به زبان فرانسه و در پاریس منتشر می شود و در ابتدا به عنوان یک هفته نامه طنز و انتقادی تأسیس شد و به همین دلیل مخاطبین بسیاری پیدا کرد. این روزنامه نام خود را از شخصیت فیگارو در نمایشنامه ازدواج فیگارو، آرایشگر شهر سویل و مادر گناهکار، نوشته پیر بومارشه اقتباس کرد. شعار نمایشنامه این بود: مدح چاپلوس بدون آزادی انتقاد معنایی ندارد. فیگارو سالها به طور نامنظم و نامرتب به چاپ می رسید، اما سرانجام توانست به صورت منظم منتشر شود و بالاترین تیراژ را نسبت به سایر روزنامه های فرانسه به دست آورد. اولین شماره فیگارو در 56,000 نسخه چاپ شد. سال 1334 خورشیدی برابر با 1955 میلادی، ترور حسین علی نخست وزیر حکومت پهلوی به دست فدایان اسلام. هنگامی که حسین علی تصمیم گرفت ایران را به پیمان سنتو ملحق سازد، این عمل با مخالفت فدایان اسلام مواجه گردید و در نتیجه نقشه ترور علی را طراحی کردند. درست در روزی که به مناسبت درگذشت سید مصطفی کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی، مراسمی در مسجد شاه تهران برگزار شد، در ساعت 4 بعد از ظهر حسین علی نخست وزیر وقت وارد مسجد گردید و در شبستان مسجد به طرف او شلیک شد، اما گلوله در لوله گیر کرد و خارج نشد. در نتیجه ضارب با اسلحه خود به شدت به سر علی کوبید که این عمل خونریزی مختصری در سر او ایجاد کرد. پس از دستگیری ضارب معلوم شد که وی عضو جمعیت فدایان اسلام می باشد و مظفر علی ذوالقدر نام دارد. او به دستور سید مجتبی نواب صفوی، رهبر فدایان اسلام، به ترور نخست وزیر مبادرت کرده بود. با این حال علی زنده ماند و دو روز بعد جهت شرکت در افتتاحیه پیمان راهی بغداد شد. این ترور باعث شد که دولت به فکر دستگیری اعضای این جمعیت افتاده و آنها را پس از محاکمه اعدام نماید. سال 1347 خورشیدی برابر با 1968 میلادی، در گذشت شاعر و غزلسرای نامی ایران محمد حسین بیوک، مشهور به رهی معیری که در تهران به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات وارد خدمات دولتی شد و مشاغل متعددی به دست آورد. و از اعضای مؤثر و فعال انجمن ادبی حکیم نظامی، انجمن ادبی فرهنگستان و انجمن موسیقی ایران بود. او در ساخت تصنیفات خود از هنر شاعری و موسیقی بهره می برد و آثار پرارزشی را در این زمینه پدید آورد. رهی معیری در شعر طبعی توانا و ذوقی لطیف و پرورده داشت و از این طریق ترانه سرایی را در ایران اعتلا بخشید. رهی معیری یکی از مشهورترین غزل سرایان معاصر بوده است که از شیوه سنتی شعر پیروی می کرد و از جهات مختلف تحت تأثیر شاعرانی همچون سعدی، حافظ، مولوی و صاحب تبریزی بود. رهی در قطعات و مثنوی‌هایش ابتکار و بدعت را آشکار می‌سازد و شاید از این حیث ارزش آنها از غزل‌هایش بیشتر باشد. همچنین تشبیهات نو و تعبیرات تازه در اشعار رهی فراوان است. گرایش طبع رهی بیشتر به شعر عاشقانه است. در این حال وصف مظاهر جهان شعر او را تسخیر کرده است.